که بشم هشم نعسه و نצליח تهیلیم ما مزمور 68 هستیم. یه پاسخ هم امروز بیشتر نداریم ولی پاسخ بسیار جالبیست. تهیلیم سامخت پاسخ زین پاسخ زین 68 زین و پاسخ reads as follows: אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. אינג'ה דאר, וכי דוד המלך הרבה שלום, הוא מפתח חונדים, כן שתור חודבן אבי יתומים דיין אלמנות, חודבן פדל יתים הום, שזה המיה ביבה הס, אצטרה. در ادامهش میفهمید الوکیم مشیل یخیدیم بایتا. حالا این پاسوغه را به چند طریق تفسیرش میکنه. یکی الوکیم مشیل یخیدیم بایتا منظور تمام این پاسوغ راجبه وقتی اسرائیل ها از مصر تو مصر نجات، یعنی چیزش the theme is redemption و نجات، که چطور خداوند اسرائیل ها را تو مصر نجات داد و بعد از مصر نجات. یعنی چه الوکیم مشیل یخیدیم بایتا؟ میدونیم که وقتی که پرعو گزرا کرد که همه پسرای اسرائیل رو بکشن، بچه اسرائیل رو بکشن، پسر اسرائیل رو بکشن، میدونیم که امرام اومد و از خانمش از یخبت جدا شد. گفتیم چه کاریه؟ ما بچه بیاریم و اینو بکشن؟ مثلا چه کار کرد که امرام پدرم شربنو از خانمش از یخبت جدا شد؟ بعد میریام رفت به سراغ پدر. میریام 5 سالش بیشتر نبود، she was very smart. گفت به پدرش، گفت پدر گزرای تو از گزرای پرعو سخت تره. تو چون امرام مرجع تبلیغ بود، وقتی امرام اومد از خانمش جدا شد، همه اسرائیل گفتن از خانمش جدا شدن. سو جا میگم مثلا تداوم قوم اسرائیل بز خود نشیم صدقانیات، از جمله میریام که میگم رفت پدرش گفت که گزرای تو از گزرای پرو سخت داری، چون پرو فقط گزرا کرد به پسرا، تو گزرا کردی به دخترا. این یکی، اگه پسر نباشه دختر چی؟ ببینید مادر که اسرائیل شو بچه اسرائیل هم یکی دو من تو رو بچه هم گزرا کردی، بهتره یک بچه متولد بشه و دیوخ نباشه کشته بشه تا اینکه اصلا متولد نشه، چون نشما تا به این دنیا نیاد علما با نداره. بنابراین بهتره که مثلا بچه به دنیا بیاد حتی اگه پران بکشتش تا کسا به دنیا نیاد. در صورت میدونیم که امرام حرف میریام رو گوش کرد و چیکار کرد؟ برگشت و در مرتبه توتران فاند و یقخ ایش میبت لوی و یقخ اتبت لوی، ایش میبت لوی امرامه، بت لوی هم یخه بده، که امرام رفت و دو مرتبه با یوخبت ازدواج کرد و میگه بشته که میریام و اهرون هم زیر خوباشو میرخصیدن. میریام و اهرون، میریام 5 سالش بود، اهرون اکنون 3 سالش بود، این زیر خوبا میرخصیدن وقتی پدر مادر دو مدر برگشتن که بچه هم مشابه رو متوقعت شد. سو اینجا میفرماین میدراش میگه که اینکه نمیرده الوکیم مشیر یخیدیم و ایتنی عواج برخو این خخما را داد به میریام که بیاد اینجور پدرش صحبت بکنه و باعث شد که چی؟ مشیر یخیدیم بایتا، اینا سینگل شده بودن، یخید سینگل دیگه نه، یعنی جدا شده بودن. یخیدیم امرام و یوخبت جدا شده بودن و همینطور هم بقیه اسرائیل گفتیم که امرام مرجع تقلید بود. هشم چیکار کرد؟ مشیر یخیدیم بایتا، اینا رو دو مرتبه یخیدا را، این سینگل که جدا شده بودن یخید شده بودن، برگردون تو خونه. مشیر یخیدیم بایتا مطسی اسیرین بکشالوت، مطسی اسیرین بکشالوت. میفهمیم که حقابش برخو خارج کرد. بعدش مرحله بعدی نجات چی بود؟ که حقابش برخو ایسیاده که اسیر بودن تو مصر، مطسی اسیرین حقابش رو خارج کرد. اینهایی که اسیر بودن در مصر، ایسیاده که بردو اسیر بودن، بکشالوت. بکشالوت چند تا معنی ده. یکی تو گمانه میفهمید We're going to go back to this afterwards. و کشرات یعنی در ماه کاشر. کشرات از کشر میاد.
یعنی هوادش بر خوب میتونست اسرائیل را از مصر خارج بکنه ماه تبت، ماه نمیدونم زمستون، برف، بارون، ولی خداوند کی از مصر خارج کرد؟ ماه کاشر، ماه اول بهار، هوای عالی بهاری، ماه نیسان. بنابراین داوود الملک داره میگه این همش رحم هوادش بر خوب احسان خداونده که چیکارشون کرد؟ که اولا مشید یخیدین بلتا و بعدش مطسی اسیرین و کشاروت که هوادش برو خوب و کشاروت اینا را یعنی خارجشون کرد در ماه کاشر. کاشر از کاشر میاد در یک ماهی که هواش مساعده برای کوچ کردن. اخ سرریم شخنو سخیخم هوادش برو خوب بالاخره حق و بغدار میرسونه، خداوند آدم های صدیق را رها میکنه و از اون طرف اون مصریای ظالم که سورر بودن، سورر اینجا یعنی با تورنی متفرانی سورره، سورره با تده میشه دشمن، از اینجا سورر با سامخ میشه کسی که از راه سار شده، از راه به دور شد میشه سور، سور به راه سور میشه دور شدن و اینجا یعنی لقبی واسه مصری ها و مصری هایی که از راه به در رفته بودن و سر استعدادان آزار آورده بودن خداوند اونها هم مجازاتشون گرد به شاخنون سخیخا که اینها ساکن یعنی ادامه دادن به سکونت تو مصر که مصر بعد از این مکوتی که هرشم اونجا بود بود سخیخ شد، سخیخ میشه خشک و به صلاح ویرانه شد. Okay? So this is what the pasuk is talking about. طبق یک تفسیر is talking about یتیاب مصرهایی. حالا چیزی که جالبه راف هرش میفرمایم که اینجا میگه نوشته وقتی نوشته که مطسی اسیرین و کشاروت اینجوری مشکل کشاروت ما گفتیم یه معنی کشاروت چیه؟ یعنی ماه کاشر، ولی یک معنی دیگه کشاروت میشه زنجیر. کشاروت از مثل قشور با قف که میشه بستن در بند بودن، یعنی اگه طبق این تفسیر بریم یعنی هاوش برخوی سوری که از مصر خارج کرد هنوز اینها در بند بودن، یعنی چینا آزاد شدن حکم نمیشه که هنوز در زنجیر و در بند بودن. اگه بگیم طبق پشاکی کشاروت مثل قوف مثل این که هنوز در بند بودن رافرش ساز بیوتیفول رافرش مفرده بینی سردام از مصر که خارج شدن فیزیکلی رها شدن آزاد شدن ولی هنوز زیر سلطه یتراره بودن، یتراره نفس اماره و غریزه بعدشون مسلط بود. چرا؟ چون هنوز تورا نداشتن، هنوز نحساریش ها نبفته بودن. بنابراین اینجا میبینیم که آدمی که جده هم تورا نداره اسیر، یعنی احساس بردگی میکنه. آدمی که تورا نداره به اسرائیل ها مثلا همینم میدونیم ما اسرائیل ها شب دوم موعد قربانی عمر می آوردن که از چه بود؟ از جو بود. شروع این سیرت عامر رو شروع کنم شب دوم موعد، چون خداوند موشبه دستور داد که همیشه توی تنها داشتم درست شب دوم موعد چیکار میکردن؟ قربانی میابردن توی تنها داشت از جو اولین محصولی که کرییت میشه از که به عمل میاده. بعدش موعد شابوت که میشه توی تنها داشت جو نمیابردن، گندم میابردن، نون میابردن از گندم بود. اینجا یک چیز خیلی عمیق توش هست. جو غذای حیوانیه، گندم غذای انسانیه. خداوند میگه ایسرائیل که از مصر خارج شدن نیست که برای نسبتی که برده هایی که میدونین حیوانی که از قفس آزاد شده است جسمن آزاد شده بودن، واسه همین مثل غذایی چه مثل جوه مثل این سورا میبوردن عمر. ولی بعدن شاووت بعد از که تورا رو گرفتن اون وقت نیست که آدم شدن، یعنی خروج از مصر، آزادی از مصر فقط یک چیز فیزیکال بود. ولی کی اسرائیل آزاده حقیقی شدن؟ وقتی تورا رو گرفتن، چون اینکه تو تورا نوشته که خاروت علر خود که مرا بفهمید اینا خاروت نخوند بلکه خروت، یعنی آزاده حقیقی آدمیه که تورا داره است. چرا؟ چون وقت کنترل نفس داره. تو وقتی نم تورا نداره کنترل نفس نداره، برای من مثل چی؟ مثل برای حیوانی که آزاد شده است. ولی تورا به ما این قدرت هم اینه که کنترل نفس داشته باشه. وقتی آدم بارها رو صحبت کردیم و
داخلیم جزئیات هلاخا را نگه میداره، از هلاخای مقصه شبات گرفته تا the details of گوشتین، ماستین، کشروت، این طرف مشباخا، اینا خیلی سخته. این همش چیه؟ داره آدم کنترل نفس یاد میگیره. الان زن نیدا شد، زن شما با اینکه میتونم دست بزنم. It takes a lot of self-control. ظرفا جداست، کشروت، این کاشر، کاشر نیست، شبات این میشه دست بزنه. این همش چیه؟ آدم کنترل نفس میگیره. آدم داره نمیدونه، اراده داره. I decide. فجاه هستین. یه نفر گفته بوده این شما مذهبه بگی از روی گفته بود شما از این چقدر محدود از شبات این کار را هیچ کار نمیتونی بکنی شبات هم. نه ما شبات همه کار میتونیم بکنیم. We choose not to. متوجه هستی؟ خیلی it's a big difference. من هم میتونم سر روی باها میتونم سر روی همه کار بکنیم، ولی ما انقدر کنترل نفس داریم که میتونیم بگیم من این کار را نمی کنم. هر کسی میتونه هرزگری بکنه، ولی کنترل نفس با آدم میده که نه You are in control. غریزه کنترلت نمی کنه. This is Torah. Torah به آدم کنترل نفس داده. و البته اون وقت چلنج ما تو زندگی اینه که بتونیم این کنترل نفس ها تو تمام موارد سر عصبانی نشدن، دیپرس نشدن، سر اینم حسادت، سر دشمنی، چیزای دیگه این کنترل نفس ها باید اینجا پیاده بکنیم. This is Torah. تمام Torah هایی. تمام Torah و mitzvot. لو نیت نو هم mitzvot. اما دوش بخون چی داده؟ لتصرف واسه که آدم تزکیه نفس بتونه جلوی این کنترل نفس رو داشته باشه. بعضی از همین مثلا شبات نگه میدارم من یه عصبانی میشن، یعنی نشون میده که همش چیه the lost you know message رو نگرفتن. The whole idea is که اون کنترل نفسی که آدم ایجاد میکنه تو وجود خودش مثل روغن ترمزه که بتونه تو جلوی هم ترمز بکنه. right. عصبانی نشو، دیپرس نشو، حسادت نکن، چیز نکن، آن. اینا باید این ترمزه هر جا باید کار بکنه. واسه این چقدر قشنگ رافش میفهمید که نوشته اینجا مدسی اسیرین و کشاروت، یعنی وقتی اسرائیل از مصر خارج شدن هنوز در کشاروت بودن، هنوز در بند بودن. درسته که جسمن آزاد شدن، ولی هنوز تو وقتی نصب نشبه نگفتن، تو وقتی محمود حسین تورا رو قبول نکردن هنوز آزاده حقیقی نبودن. چرا؟ چون همجور گفتیم التقه تو تورا میگه که این ده فرمان خاروت علل خود خاروت میشه خراتی شده است، ولی توی ماره میگه نه خاروت نخون بلکه خروت بخون. خروت میشه چی؟ آزادی. مرحوم بگین وقتی بعد از استقلال اسرائیل حزب سیاسی که چیزی اسمش رو گذاشت خروت، خروت یعنی آزاد شدی. خروت خروت میشه آزادی. توی ماره میفرماید اینا خاروت نخون بلکه خروت بخون، چون اقا دوشبار خوب با تورا به ما آزادی داد. این لخا بن خورین الا میشه و سخ با تورا. آدم آزاده حقیقی کسی نیست به جز کسی که تورا دارست. چرا؟ چون تورا به انسان کنترل نفس یاد میده و کسی که کنترل نفس داره اونی که آزاده حقیقی. کسی که میدونین رو غریزش سواره، نه که غریزه سوارش باشه. ما به قول راف هرش باید تو زندگی چیکار بکنیم؟ ما باید به صدام یتر راتون میکنه. یتر میشه چی؟ میشه غریزه. باید یتر ما الیویتش کنیم به راتون، به از و اراده خودمه. I decide I'm not going to که من آدم نمیذاره غریزه ها کنترلش کنه. تو همه موارد باید چی بود؟ باید عقلش بشه باید کنترل کنه. right. I'm not going to let که ببینیم این غریزه های مختلف بیان زندگی آدم خدا نکرده تباه بکنه. So this is what saying چقدر قشنگ رافش میفرماین مدرس ایسرائیل که خداوند سل از بس خارج شکر مطیع اسیرین، ولی هنوز با کشارات بودن، هنوز کشارات زنجیرهای غریزه رو گردنشون بود تا وقت شفوعت، وقتی من تورا رو قبول کردن بودن نصب نشمت. So then they were totally transformed و آزادی حقیقی بهشون دست. حالا این پاسوق تا حالا راجع به ایتیات میترایم صحبت کرد. حالا توی گمارا یک تفسیر کاملا متفاوت و جالب رو همین پاسوق میذاره که میگه این پاسوق راجع به ازدواج صحبت میکنه. این پاسوق هم میفرماید مطسی اسیرین و کشاروت، این که نوشته مشیر، این که نوشته اینجا که میفرماید اقا دوشبارخون چی کار کرد؟ خداوند اومد اینجا و مطسی اسیرین و کشاروت و می‌فرماید که
مشیر یخیدین بیتا، یعنی چی مشیر یخیدین بیتا؟ که آبش برو خوب، زن و شوهر که یخید هستن میاره توی خونه، دست با تشم دست. و این یک میدراشی هست که بعضی میگن ملکت شبه ملکه سبا میداشت آشنا هستی، بعضی میگن یک مترونیتا بود، یک زن به صدا از خانواده سلطنتی که مسلط بودن به اسرائیل اومد و از ربی یوسی بن خلفتا پرسید، گفت ببین خدای شما بعد از اون که دنیا رو دیگه تو آفریده گرفت آفریده هیچ کار میکنه، بیکاره، داره unemployment check کلکت میکنه. گفت که نه، گفت خدای ما، خدای من کاری که میکنه بیزی مشغول چیه که زن و شوهر رو با هم دیگه برسون. گفت یعنی چی؟ is that a problem? I could do that. اومد چی کار کرد؟ اومد 1000 تا از برده هاش رو گرفت و 1000 تا هم از کنیزه ها رو گرفت و چیز کرد، matchmaking کرد. البته میگن که خیلی وقت matchmaker ها رو حقوش برو خوب، اونه که به هشم امونا دارن هشم بهشون سیاحت و بهشون چیز میده که جدن چجور با هم دیگه جور بکنن. ولی این منکر بود، گفت this doesn't take اینو divine supervision، این اشکاخ پراتی توی نوجود نداره، بیا من مثلا 1000 تا اینا رو چیز میکنم. اومد و اینا رو میدونیم با هم دیگه به صدا ازدواج داد و بعدش رایت فرداش همه اینا خونین و مالین و بیشتر مردم مثلا که خونی ما میشده بودن مردم اومدن تو دربار همه چیز و اینا رو گفت آه حالا فهمیدم، گفت جدن I understand I made a mistake، که جدن این تکس که عبادش برخوز که باید چی کار بکنیم که بیاد اینجا و زیوب میکنه، این ما اعتقاد داریم که جدن محشن ایشال ایش یا تو گمارا میفهمید از تورا، از نویم، از کتوبیم، از هر جا نگاه بکنیم اینجا چیه؟ این عبادش برخوز جور میکنه که کی با کی چیز بکنه. اتفاقی نیست، اتفاقی نیست، یک در میلیون با تبری تز که جدن با همدیگه صحبت همدیگه نیست، اکثریت قریب به اتفاق کسایی که میدون دوشا و تهرها ازدواج میکنن و کتوبای کاشر میرن زیر خوبا، اینا ما اعتقاد داریم که میشه آمد. و بنابراین اینجا رایده ای ایسان سانت همجور اتفاق بعد هم مرده دونه اینا وقتی دم علاقه اینا بیر توکی نبات جو مرین یه جو یه مرده به من گفت خب بگه شما نمیگین از شما منم با این دختر بویمه ازدواج کنم میشه آمد بودن گفتیم کسی که جدن میگن به دوشا و تهرها که میرن زیر خوبا راحت که جدن همونجور که میریم از یعین استفاده میکنیم چون دختر اسرائیل میگن یعین میگن انگور هیچ پیوند دیگه قبول نمیکنه، همینطور هم اسرائیل کاشر هستن اینا everything، یعنی میگیم دو نفر که جدن با هم دیگه با قدوشان و تهران میرن زیر خوبا 99.9% of the cases اینا مزال هم دیگه هستن حقابش رو گفت and this is what این جدن سولمیتش واقعا جالبه که تو میدراش میگه که حالا اینجا اگه بریم سریع ببینیم این میگه چی نوشته چی الوکیم مشیر یخیدیم و خیلی وقتا الوکیم چی جاجمنت ببینیم گاهان میگه که چه عجب نوشته که چی نوشته که I hope you take it properly what it says ببینیم نوشته که چی نوشته که زیبود کردم سه خیلی عفی افسوفه تو قرآن یمسوف خداوند چیکار کرد؟ با اسرائیل با رحمیم رفتار کرد و با مصری ها با چی بود؟ با جاجمنت. اسرائیل ها رو فکر نجات داد، مصری ها رو غرق کرد. سوگان میگه خیلی مثلا تو ازدواج همین جوریه. تو ازدواج یک کدومشون برنده است، یک کدومشون داره میتسوا میگیره، بعضی وقت مثلا ممکنه یه مردی که اصلا آدم چیزی هم نیست، یه زن فرشته میگیره. برای زنه چیه؟ این جاجمنت واسه مرده و قریعت یمسوف نجات پیدا ولی بخواهیم برعکسه درست برعکسه ممکن مثلا مرده آدم خیلی صدیقی باشه و حالش رو یک ایزدوری میفرسته سراغش که همتا نداره سو واسه این it's a party واسه اون یکی چیزه ولی باید بدونیم که حتی تو اینجور موارد همه دزنیم که تو همجور کسی اوکی طلاق it's not آدم باید بدونه واسه میگه که چی میگه الوکین الوکیم جاجمنت الوکیم مشیر یه خیلی بایتا که مقبوله میگن خیلی وقتا اینجوری داره بستگی به گیلگول هم داره خیلی وقتا این آدم هم که مثلا یک همسر نابکار جدن ظالم گیرش بیاد و من in my book اگه خدای نکرده there is abuse if there is
فیزیکال ابیوز و کانستنت ایموشنال. هیچ کیسی هست که طلاق هم میسوای طور هست، ولی it's one in a million. چون نقوبالی میگن که اینجا هم چی میگه؟ میگه الوکیم. الوکیم چیه؟ ججمنته. الوکیم مشیر یخیده. بعضی وقتا نقوبالی میگن خدا وقت زیبور میکنه، شاید آدم اگه یک همسره میدونین بد جنس گیرش میاد، شاید تو گیلگول قبلیش یک همسر فرشته داشته، اینقدر نقاماش داده، این دفعه باید تام پس بده، این دفعه باید میدونی یه جوری حساب و هر چیز بشه. بگن اینو ببینین، این حرف های این چیزی که بنده میزنم این چیزی جنریکه، specific case بماند، ولی اینا الوکیم مشیر یخیدیم بعد حالج با خود که چکار میکنه مشیر یخیدیم مینشونه اینا را و این جده اینسا میرکن. تو میدراش میگه که اصولا این که اینا با هم دیگه تو یک خونه زندگی بکنن، هر زن و شوهری میگه اینسا میرکن الوکیم مشیر. چرا؟ چون همونطوری که توی مورد فرامت، همونطوری که شکلهای یک جور نیست، قیافهای یک جور نیست، همینطور هم عقاید، سلیقه ها این زمین تا سمون فرق میکنه. اینکه دو نفر جدن بیان با همدیگه زیر یک سقف، با همدیگه با شلوم، با صبح و صفا و گذشت زندگی میکنن، it's nothing short of a miracle. And it's amazing. دو تا قریبه میبینی اصلا میان با همدیگه چیز میشن، زن و شوهر میشن اصلا، و همش هم با گذشت بیگانه سی با گذشت. حالا چی میگه اینجا؟ میگه بکوشاروت. بکوشاروت، کلمه بکوشاروت تو میدراش تجزیه میکنه، میگه بخلی